سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این بار رضا هستم ولی از یه جای دیگه و از یه کانال دیگه، از کانال دوست عزیزم. رضا چرا آلبالو؟ این سوالو خیلی ها پرسیدن، جواب اصلیشم تا حالا ندادم. 6 ماه کار کردم دیدم اصلا نگرفت. اون موقع هم از یوتیوب زیاد سر در نمی آوردم، میترسیدم. اوکی، چه سالی بود؟ چند سال پیش؟ 2016. برامون بگو که چند سالته، بچه کجایی، اهل کجایی و اینا. 38 سالمه، متولد خرداد 1359 هستم، اهل شهرستان ماکو، پدر مادر من. الان کانادا هستم، ونکوورم. چه چیزی توی کانادا باعث شد که بری کانادا، چرا ایران نه؟ یه بار قرار زندگی بکنیم، حداقل از خودم تا جایی که میتونم خودم رو زور بزنم و استفاده بکنم از خودم. به خاطر همین یه حرفی هستش خیلی دوست دارم، میگه که اگه بخوای ماهی بزرگ بشه باید تنگش رو عوض بکنی، چون ماهی به اندازه حوضش بزرگ میشه. عبس عمر تو گذروندن فرهنگ شده، ناامیدی فرهنگ شده. موقعی که اومد ایران چه چیزی ایران بود که شاید تو کانادا نبود؟ چه چیزی توی ایران بود که توی کانادا نبود؟ خیلی چیزا، نوستالژیا، اون چیزایی که باهاشون بزرگ شدم. بزرگترین عقده‌ای که تمام مهاجرا میتونن داشته باشن این هستش که موفقیت هاشون رو هیچ وقت نمیتونن با خانواده‌شون شریک بشن. اینجا من دوستای خیلی خوبی دارم، ولی زندگی سجاد بسیار 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 شلوغ‌تر و بی‌زمان‌تر از ایران هستش. با دولت و اینا کار ندارم، ولی خود جامعه خیلی چیزایی بود که مثلا اذیتم میکرد. مثلا من 2-3 روز اول، حالا شاید بگین کلاس میذاره، واقعا نمیدونستم از خیابون چطوری باید رد بشم. یعنی توجه نمی کنن، هیچ کس به هم دیگه توجه نمی کنه. این بده، این بزرگترین عاملی بود هستش که به نظر من توی ایران حداقل از لحاظ فرهنگی باید خیلی کار بشه. اینم شاید خیلی اعتراض بیاره از طرف بچه ها، ولی این نظر شخصی من هستش و روش خیلی هستم. الان تو کانادا مشغول چه کاری هستی؟ توی کانادا سجاد با کمترین کار شروع کردم. من اولین جایی که کار کردم به عنوان مسئول فروش توی یک مغازه خیلی بزرگ بودم که 3 ماه نگذشت از اونجا رفتم به مایکروسافت. توی مایکروسافت شروع کردم به کار کردن. رضا گفتی 38 سالته، چرا تا الان ازدواج نکردی؟ من یه ازدواج داشتم، بعد 3 ماه حداقل خودم خیلی دوست داشته باشم که ازدواج بکنم، خیلی دوست داشته باشم. هنوز دوست نداری؟ دوست داشت. اوکی. آره. درآمدت چقدر رضا؟ الان درآمد ماهانه از درآمد سجاد، درآمد ماهیانه سر کارم که کلا بی خیال، درآمدی که از یوتیوب دارم متغیر بین 3000 تا 10000 دلار، یعنی بین این دوتا هستش رنجش. مثلا بالاترین درآمدی که تا حالا از یوتیوب داشتم زمانی بود که اتفاقا توی ایران بودم، نمیدونم. خب رضا، این کلامی که بهت میگم، خب خیلی کوتاه راجبشون نظرتو بده. خدا سوال سختیه، بسیار نزدیکتر و بسیار قابل لمستر از اون چیزی که فکر میکنیم هست. ایران، الو هستی؟ آره. ایران عقده، بغض،